مهمانو مهمانو صف کن باز که شارو کلا کردی بگه خواهی نشد جایی نری باید برم هر طور شده به هر قیمتی که شده حاج دایی رفتم تو بیارمش بیرون صف کن بابات بیاد باید از اون اجازه بگیری این عکس رو نگاه کن میشناسیش که همون آقای دکتر ابو صدقه اعدامش کردن خودمش اینا چیه با خودت این برام برمیبری مهمانو مهمانو صف کن باز که داری میری کجا داری میری جانمو نگیر بذار برم یعنی چی اینا رحم و مروبت ندارن همون بلا سر هاشدگی منم میارن زمانو تو باز نگیر این حرف چیه که داری بلن بلن میزنی یه وقت به طیبه نگی میخوان هاشدگی رو ادام کنن نه مگه من سود دهنم لقه بسه ببینم فهمیزتون بسه چیه بود نه گذاشتم خود هاشدگی بیاد مهمانو مهمانو صف کن ازت خواهش میکنم برگرد میخواد چی بگم برگرد مهمانو ما رو بیخبر نذار آقا اون خانومی که گفته بودین تشریف آوردن اش بگو ده به در منتظر بمونه تا من بیا خیلی جدی و محکم و با اخم بهش بگو چشم این اندازه تشویش و نگرانی برای چیه؟ مطمئن نیستم حالا حاج دایی مساعد باشه میگم با مشت لگد بردنش خبر دارم ازش چرا بردنش اونجا؟ امروز روز هیچی حساب کتاب نداره کسی نیست که بیاد ازشون حساب بکشه حالا یکی مثل تو چهار نفر میشنسه و به دامن این اون آوزون بشه یه خبری بگیره مردم بدبخت بیچاره رو بگو که پشت در رو بیخبر میبینن نمیدونن کیا و کجا عزیزشون رو میگیره و چه بلایی سرشون میاد شما کسی رو دیدی؟ با کسی حرف زدی؟ گفتم که هیچ قفلی بی کلید نیست کلید این قفل دست کیه؟ دست شما؟ من وسیله کلید دست کلید داره گفتیم بیام اینجا که ناامیدم کنی؟ از در این خونه هیچ که ناامید و مایوس نمیره خب یعنی چی؟ الان باید چی کار کنیم؟ فعلا اسیرشو ببینی تا به اسارتش برسی شما من قول دادی بس سر قولم هستم بیا بشی بیا پاتون دایی تو اینجا چیکار میکنی؟ دلم آروم نمیگرفت باید میامدم میدیدم اتون نباید میامدی اینجا بار مندیل تو جمع کن دست بقیه رو بگی از این شهر بزنیم بیرون موندنتون به صلاح نیست اون اکسا رو باید ظاهر کنی برای سوی دست روزنامه اونو باید چاپ شد الان وقت این حرفا نیست دایی اوضاع پاتون خیلی بده باید برید بیمارستان من خودم باهاشون حرف میزنم کاری نه از حرف زدن حرفش گفتم گذشته به فکر خودت و بقیه باش دست به جنبو توی بلای دیگه سرم نیامده من بدون شما هیچ جا نمیرم تو الان فقط برای خودت تصمیم نمیگیری که بخوای بمونی یا بری برای زن و بچه من برای پرویز خان برای فرید خانم برای اوناست که داری تصمیم میگیری اینایی که من دیدم هر لحظه دوباره ممکنه با چماق بزنن تو سرمون صلاح اینه که بریم تمام این گیر و گرفتاری که من افتادم توش میخوای بدون نتیجه نمونه باید اون عکس‌ها رو ظاهر کنی و بری باشه
اونا رو میفرستمشون برن، ولی خودم جایی نمیرم. در مورد عکس هم چشم میدمشون به معتمدین، ولی من از اینجا میارم بیرون. خودت باده هیچ کسی واسه این کار نیست. این بخشی از تاریخ این مملکته، این سند جنایت این حکومت فاسده. داره چیزی از مسجد گوهرشاد شنیدی؟ شنیدم یه چند نفر رو کشتن. چند نفر رو کشتن؟ اون عکس ها ثابت کننده همین دروغه. هزاران نفر رو کشتن، تو گور دست جمعی دفن کردن بدون هیچ آیین دفنی. میفهم اینو؟ گوش بکن لختر، گوش بکن. باید زیاد خودتون رو آزار بدید. زخم پاش به این بزرگی بود. اینجا پرستار داره، بلدن این قبیل امور انجام بدم، درمانش میکنه. من نمیدونم چرا شازده خانم و فروغ زمان منو مقدر اتفاقی میدونن که واسه مهراد افتاده. کاری که شده خدا رحمتش کنه، ولی اون پسر سربهوایی بود، لیاقت شما رو هم نداشت. نمیدونم چرا یه دفعه همه چیز اینجوری به هم ریخت. درست میشه، شما خوب جایی اومدی. شما میتونی با شکو خانم حرف بزنی؟ میخوام ببینم ایشون. شکو؟ کوتاه نمیاد، اون بدکینه با لجبازه. تا خاندانتون رو به خاک سیان ننشونه دست بردار نیست. باشون حرف بزنید، خواهش میکنم. درست نمیشه، مهراد همه امید و زندگیش بود. آخه آرزوهاش رو خراب کردیم، روزگارش رو سیاه کردیم. تا بدبختت نکنه دست بردار نیست. شاید بشه یه فکری کرد. چه فکری؟ شما، یعنی من میتونم جلوش وایسم، نه اینکه جلوش سینه سپر کنم، نه، ولی اگه شما رو زیر بال و پر خودم بگیرم دیگه بهتون آسیبی نمیرسه. بالاخره شکوه هم واسه خودش قاعده و اصولی داره، هر کاری نمیکنه، به خانوادهش آسیب نمیزنه. و من سنهای زیادی تو زندگی من اومدن و رفتن، ولی متاسفانه هیچ وقت مزه زندگی رو اونطور که باید و شاید نتوشیدم. مرد بدی نیستم، خوبم نیستم،
ولی متوسط الحال تو این دنیای پرگرگ متوسط الحال بودن خیلی مهربان خود. منظورتون چی؟ اگه شما بخوای میشی خانم خونه من، میشی مادر وارث خاندان عجب. از شما انتظار شنیدن همچین حرفایی رو نداشتم. خوب بکن مختم، به ظاهر شکستم نگاه نکن. این چین چلوکا واسه اینه که تو این سالا انیس مونس خوب نداشتم. اگه تفاوت سن و سال من با اون یاری چقدره؟ بابت محبتی که امروز کردین ازتون تشکر میکنم، ولی اگر ممکنه نگه دارید میخوام پیاده بشم. این یه چشمش بود، ماجرای حاجدایی تو میگم. معلوم نیست چه مچا و افکار بد یا امن دیگه تو مغزش کنه. انتخابت بین بدبختی و خوشبختیه، فلاکت و سعادت. پیاده میشم. زندگی دو روز مهربان و خوب. این که این دو روز به خوشی بگذری یا غم و خوشی انتخاب خودمونه. اگه با من را بیای آج دایی همین فردا شب از اون دخمه بیرون میارم. بی مساعدت من زنده از اونجا بیرون نمیارم. حتی ممکنه این اتفاق برای داداش دو پرویز خانم بیفته. اشتباه نکن دختر، این پیشنهاد من فقط به خاطر توه. دلم نمیخواد از این بیشتر عذاب بکشم. گفتم پیاده میشم، نگاه داریم پیاده میشم. صبر کن دختر. کجا؟ بی خداحافظی؟ اینطوری نیست که بگی نه و خلاص. اگه بگی نه، نمک به حرومی هستی که زندگی تو سیاه میکنم. فکر نکن به همین راحتی چالش کردی و یه خربار خواب بیختی بوسر شد رفتید. زندگی یه حرومی نخواهید داشت دختر خانم. سلام. سلام. آویزون خدا نباشی معنیشی نیست که رو پای خودت باستدی. بعد آویزون بنده خدا باشی. خدا چیزی از بنده هاش نمید. هیچ بنده ای نیست که چیزی نخونه. اگه شما بخواییم میشی خانم خونه من، میشی مادر وارث خاندان قجر. خونه اون بچه به گردن توه، یه روزی گریبانه تو میگیره. از که جوب و کسافت در تو وردم و فرستادم تو رنگ که یه همچین روزی بربر تو چشمای من نگاه کنی و میگی نه. زنده بیرون نمیرم از اینجا. طیبه چطوره؟ نگران. بس حال اوزام چیزی بهش نگیم، نگران تر میشه. بهش بگو حالم خوبه، جام امنه، پیش رفیقاش. چشم. خونه رو درش ببندیم ول کنیم بریم، ولی مغازه رو بفروشیم پولش نکنیم بالا میکشنش. چشم. نه قربونم چشمان. همه اینایی که گفتین چشم،
ولی این که من برم نه. زخم زندون من اپا نمیدازن دل بابستی تو رو. نگران من نباشید، میدونم دارم چی کار میکنم، خطر نمیکنم. آخه اینا آدم نیستن، هیچ چیزی ازشون بعید نیست. من از هیچی نمیترسم. اون عکس رو ظاهر کن، بعدش هم غیب شد دختر. الان برو. همیشه گرفتاری و مصیبت نصیب ملت‌هایی می‌شود که در بینشان خدا از یادها رفت. خانم شکیبا بهتره که دیگه طرف معاشرتشون رو عوض کنید، با آدمای صحیح نشسته باشید. چه مچه ها و افکار بدیوم یه دیگه تو مغزشه؟ دخترم نه تنها مراتب ترقی رو در فرنگ طی کرد، بلکه کمک کرد که ندیمش هم در اونجا تحصیل کنه. بی مساعدت من زنده از اونجا بیرون نمیاد. حتی ممکنه این اتفاق برای داداش داد پرویزخانم بیفته. اگه با من را بیای آج دایی رو همین پرویش رو بز اون دخمه بیرون میاره. آدم ها معمولا تو رو به خاطر خودشون میکنه، اما کسی که تو رو به خاطر خودش میخواد. خیلی خوش آمد. بفهم. سلام، خوش آمدی. سلام، من چه کمکی میتونم براتون انجام بدم؟ شماره اتاق هیچ. خیلی من نمیخواستم مزاحم شما بشم، ولی چاره ای نداشتم. من خیلی خوشحال شدم که تشبه بردین. به نظرم من باید برم. من باید برم، ببخشید. کجا برید؟ قصه من و شما با بقیه فرق میکنه. من خوشحال میشم بتونم براتون کاری انجام بدم. ممنون. هیچ وقت نتونستیم راجع به خودمون حرف بزنیم. الان اصلا وقت مناسبی برای گفتن این حرفا نیست. نمیشه منکر احساسات دو طرف شد. بفرمین بشین. خواهش میکنم. بفرمین. میتونید باید دایی کاری کنید؟ حتما. پیگیرش میشم. دایی من آدم خیلی خوبیه. دنبال آدمشم. پیدا میکنم. بفرمین. فکر نمیکنه همه اینا مربوط به اون پسره باشه. همون جگوله که مش پرت میکرد. بالاخره این قسم آدم ها که نشون شطوریه. نه. گمون نمیکنم. بفرمی. میارمش بیرون. فقط ممکنه یکی دو هفته طول بکشه. واسطه ها اینجا خیلی خوشقول نیستن.
برو این قضیه رو پیگیری کن، ببین چیکار میتونیم بکنیم. ببخشید خسرو خان، جسارته. فکر میکنین این قبیل امور ارزش اینو داره که این همه گرفتاری و مسائل خودمون رو رها کنیم به خاطر هیچ این همه خطر بکنیم؟ کاری رو که گفتم بکن. چشم خود. اگه تا عصر امری با من ندارین برم دیدن آقام. نه برو، وسایل آتیش بازی رو تهیه کن. بگم فالوده طالبی بیارن بالا؟ میل ندارم. نادر، اگه تو معامله با اتوبک تونستم شرط آزادی شارچی رو جا بندازم که هیچ، وگر نباید همه جا رو با آتیش بکشی. اومدی پسرم؟ شمسی، آب و روغن غذا رو بیشتر کن. بگی بخور پسر. دست درد نکن آقا. بخور پسرم. ممنون. بخور از دهن میفته عزیزم. عمو نادر، چرا بچه‌هاتون رو نیاوردی؟ سرماز دخترم، غذا تو بخور. بچه ندارم. مگه میشه؟ اگه حرف میزنی تو بزمجه، بی صدا غذا تو کوف کن. کجا پسرم؟ غذا تو نخوردی؟ آب گوشت ما خوردن نداشت؟ من نوکر شما، زهر ما رو شده باش. چی کار داری میکنی؟ باز دوباره سرت انداختی پایین، بی یالا اومدی شکوفه بزنی تو زندگی این چارتا کور کچل فلک زده؟ این پول از گلوی ما پایین نمیره. چرا؟ ما پول زحمت خودمونو میخوریم. حلال نیست؟ یعقوب! یعقوب! چشاتو وا کن، دست این بچه رو ببین، کف دستشو نگاه کن. نون این بچه تا اول دلمه دلمه دسته خوش در میاد. عزت زیاد،
این چاردی فلو مال دنیا مال شماست. میدونم، هممون میدونیم. هرچی که یه سخت گیر بیاریم که شب کف مرگمونو بزنیم فرخوردیم رفتیم، میمونه واسه خود زشته. فکرده جیر خورو صدقه بگیرشیم. ما نون بازومونو میخوریم. اخوروز خود تا بوغ سک تو کوچه پس کوچه هزار در دوره تپاله و پرپشکل جمع میکنیم که شب یه لقمه نون حلال بزنیم سر صفره. حتی اگر از کن ناصر چه؟ وایساد این تیاد سیاد میکنی جلو در همسایه. بری تو ببینم. سلام. سلام امو، چطوری؟ خوبی؟ کجا بودی؟ یه شب بیا هتلی تو. من اشتباه بایدشم معصومه، منم اومدم. کی بود؟ یه پسر 19 ساله تو لاله‌زار. خیلی هول کردم، حتما یه حکمتی داشت اومدن. صبح نمیدونی تو چه حالیه. همش تو فکر بابام، نفهمیدم چی کارش کردم. جسدش رو بهم تحویل دادن، فهمیدم دفنش کردن نکرد. اصلا آروم و قرار ندارم. کیه؟ حتما یکی از مراجعه کننده است. تو بشه من در باز میکنه. دست در نکنی. بهشون بگو دیگه دکتر نداریم اینجا.
باید یه جای مخفیانه دفنش کنیم. یه جای نامعلوم، جایی که نتونم پیداش کنم. پدر لجوج و بیکله بود، اینم عاقبتش. همه تو خدا رحمت داشته. این آقا کیه؟ میتونستم بیای، خیالم راحت کرد. جسد و غیر قانونی آوردی اینجا، این پدرت هم لجبازی. خاطرم جمع بود بیای بابا. میدونی چقدر چشم انتظارت بودم. سه روز دیگه رای فرنگم همراه من باید بیایی، بی چادر و چاقچور. از الان باز آدم باشی. خوش اومدی بابا. باید تا آخر عمر زیر دستای خودم باشی. خوش اومدی. فردا میام سراغت، یا چمدونت آماده است و با من میای، یا سرتو میذارم لبه همین باغچه با خون تمام گلا را آب میدم. شوهرشه؟ چه پسر خوبیه. برو بیرون، میگم برو بیرون. بیرون آقا. تو دیدی؟ خوب بود؟ بله آقا. پولا رو گرفتی؟ بله. ببینیم از چه جنسیه این جناب تازه رئیس. قربان، جناب آقای مهرگان و پیشکارشون تشریف آوردن. چه دستوری میفرمایید؟ بگو فقط خودش بیاد داخل. چشم قربان. قربان تصدقتون. بفرمایید. آقا فرمودن فقط شما. بفرمایید. به به جناب مهرگان، خوش اومدی اینجا رو با قدوم خودت منور کردی. بفرما بفرما بشین. خیلی خوش اومدی. شما عاقل دنیا دیده ای. یقینا شما هم به گفته من سهم میزدین که ماجرای پیش اومده از دست من شما خارج بوده. الا یه حال کاریه که گذشته و سبویه که شکسته. یعنی نه تغاری شکسته نه ماسی ریخته. بله خوب ملتفت شدم. بنای من دوستیه، قضا و قدر که نمیشه عوض کرد. چی شده؟ خودتو باختی؟ لرز به جونت افتاده؟ نقل این حرفا نیست، هر کاری راه و رسم خودشو داره. بعد یه اون کسب و کار توی این مملکت راه و روش کارو خوب یاد گرفتم. ما از اوناش نیستیم خسرو خان. خط رشبه و سلحاشتی رو بکل کور کن. خوب دندونه ای ما رو شمردی.
با این بزار و بردار ریخت و پاشی که داری برشکست نشی. قر و لجبازی رو بذارین کنار، چینه رو بریزین دور. سابق بر این پیرمردی که ترخمنش و سیابخ بود و روی این صندلی تکیه داده بود به هر بد و زشت و خفتی تن میداد، ولی جنس من فرق داره. باید بدونین که چقدر از ضرب و زور بیزارم. ترجیح من اینه که بسه من خط و نشون نکش خان. شما که پیرن تو خوشنامی دریدی، باید بهتر بدونی که دست به یقه شدن و شاخشونه کشیدن واسه هم عاقبت خوشی نداره. چه حاجت به دروغ و پرده پوشی؟ چنان پد و پودت رو باب بدم که راه دهکونت رو گم بکنی. بعد از گذشته چشم بوشه کنی. به خداوندی خدا بسه خان، قسم آیه و پیر و پیغمبر رو بذار کنار. پای اینو رو به میون نکش که داری واسه بی نماز جانماز پهم میکنی. سغرا کبرا واسم نچین، در باغ سبز آب چل چشمم نشونم نده که میخوام چنان روزگارو به کامت ترک کنم که قد اندازش به مخیلت نمی گنجه. بدبینی و بدخواهی از خواص آدمای بازنده است. این پیشنهاد منم مبنی بر حکمتیه که تجربه نپخت و عقل نیم بندت کفاف فهمشو نمیده. شما پیاز تازه ریشه کرده، بذار به گل بشینه، بعد برام یک کتاب بهره طویل بخون. سرت به تن سنگینی میکنه که بدون فکر زبون میجنبونی. با این بلایی که سر خودت آوردی مردن برات فرض خان. دشمن خونت میشم و جد آبادتو جلوی چشمت میارم. من هر چیزی درایتم حکم کرد گفتم، راهی بود به صلاح هر دو. برو بیرون تا ندادم لیفه ی تنگونتو شلوغ صف کنم. اینم شده حال و روزمون. باید با یه مش الدنگ زبون نفهم سر کله بزنم بیاد جلوی چشمم ظلم بزنم و یه مش لنترانی که لایق خودشه تعمیلم بده. بعد بازی رو شروع کردی تازه رئیس. یکی بیاد اینو بندازه بیرون.